دفتر طرح و برنامه مجمع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد از روز شنبه 11 تیر ماه 1401 برنامه جدیدی با نام کاوش به روی آنتن این شبکه می رود. قرار است حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرضا درایتی در این برنامه کتب انحرافی اهل خلاف را کند و کاو کند و مورد بررسی قرار دهد. شبکه امام حسین علیه السلام در این برنامه قصد دارد به پشتوانه سالها تحقیق، پژوهش و تلاش حجت الاسلام و المسلمین درایتی در بطلان عقاید اهل خلاف از زبان خود آنها آنان را به چالش بکشد. علاقمندان می توانند این برنامه را روزهای شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده ساعت 21:30 دقیقه به وقت شهر مقدس کربلا از شبکه فارسی امام حسین علیه السلام مشاهده کنند. در همین راستا گفتگویی داریم با حجت الاسلام و المسلمین درایتی، کارشناس این برنامه. حاج آقا سلام و عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت از دادی و همه بینندگان سلام عرض میکنم و ایام شهادت آقا جواد العلم علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگم. لطفا ابتدا کمی درباره هدف برنامه کاوش برامون توضیح بدید. بله، من مدت ها بود که توی این فکر فرو رفته بودم که چرا بعد از گذشت 14 قرن از شهادت پیغمبر اکرم همچنان دشمنان پیغمبر و دشمنان اهل بیت و قاتلان پیغمبر اکرم و قاتلان حضرت زهرا و اهل بیت همچنان در عصر ما آبرومندن. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که علت آبرو داشتن دشمنان اهل بیت این است که مردم، توده مسلمان ها، چه شیعه و چه سنی، اینا رو کامل نمیشناسن، زندگی نامه اینها رو نمیدونن، عمل کرده اینها رو بلد نیستن، بهشون نرسیده، لذا ارادت دارن، لذا مردم همچنان به قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها احترام میگذارن، چه جماعت اهل تسنن و چه کسانی که متمایل به اینا، و یا قاتلین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنان آبرومندند. نکته اصلی این بوده که اینا درست معرفی نشدن. لذا هدف اولیه برای یک چنین برنامه‌ای که الحمدلله خدا توفیق عنایت کرد، هدف اول ما این است که دشمنان اهل بیت را از منابع فریقین، از کتب درجه یک و از کتب معتبر سنی و شیعه به عالم اسلام معرفی کنیم. یعنی شماها بشناسید شخص ابوبکر، شخص عمر، شخص عثمان، معاویه، یزید، عایشه، حفصه، تمام کسانی که ظلم کردن در حق اهل بیت، بنی امیه، بنی العباس، از منابع شیعه و سنی. اصل موضوع برنامه این است که به طور شفاف، مستند و مؤدب به دنیای اسلام معرفی کنیم. دیگه حالا بعد از این مردم میخوان از اینا پیروی بکنن، میخوان نکنن، ما فقط جهت اتمام حجت این برنامه رو انشاءالله اجرا خواهیم کرد. امیدواریم که مورد رضایت امام اصل علیه السلام قرار بگیره و دست کمک و دست نیاز و دست همکاری هم به سوی همه بیننده ها، چه شیعه و چه سنی، از اینجا ما دراز میکنیم و از همه عزیزان طلب کمک میکنیم. بله، بیننده ها چگونه میتوانند با این برنامه ارتباط برقرار کنند و در آن مشارکت داشته باشند؟ بفرمایید. بله، یکی از بهترین راه هایی که عزیزان در نظر گرفتن همین شبکات اجتماعی است که خب حالا انشاءالله من در جلسه اول مفصل در رابطه با هدف این برنامه بیشتر توضیح خواهم داد. چیزی که عرض کردم خلاصه بود. خب از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، از طریق تماس هایی که میتونن عزیزان با این برنامه بگیرن، هدف ما این است که بیننده ها هم مشارکت کنن، اما نه اینکه تماس بگیرن یا تشکر کنن یا حالا هر چی. بیننده ها تماس بگیرن و اونها هم در معرفی باطل، در معرفی دشمنان اهل بیت به ما کمک کنن. مثلا حدیثی را در فلان منبع دیده، مستند، دارم عرض میکنم، تأکید میکنم، مستند و مؤدب بیاین بیان کنید. حالا چیزایی که ما بیان میکنیم در به جای خود، چیزایی که شما بیان میکنید با صدای خودتون، با اسم خودتون، اگر تماس زنده برقرار شد و عزیزان تونستن زنده تماس بگیرن چه بهتر، وگرنه صداتون رو بگذارید یا مطلب رو به نام خودتون بنویسید. فقط عرض میکنم محدوده ما مطالب دقیق علمی در معرفی دشمنان اهل بیت، چه از منابع شیعه و چه از منابع سنی. امیدوارم ان شاء الله این تعامل بین ما و بیننده ها به این نتیجه بیانجامد که کسانی که دارن این برنامه رو میبینن بیشتر به احوالات دشمنان اهل بیت واقف بشن و وقتی که دشمنان رو شناختن طبیعتا خود به خود از اینها بیزار خواهند شد ان شاء الله.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین درایتی که با ما همراه بودند.